اما سوال بعدی میگه آقای مهدی محمد حسین زاده که میشناسیدش، خیلی هم دوستش دارید، میگه داروی اختراع کرده که این داروه میاد مهار میکنه تولید هورمون های هیپوتالاموس. آخه چرا من باید بیام داروی اختراع کنم که این دارو بیاد تولید هورمون های هیپوتالاموس رو مهار کنه؟ چرا ما باید تولید هورمون هیپوتالاموس رو مهار کنیم؟ چرا باید داروی من اختلال ایجاد کنه؟ این هم یه پارادوکس خنده‌داریه که خب خودم تو سوال گذاشتم. حالا بگذاریم. آقا هایپوتالاموس هورمون چیه؟ این هورمون رو من قبلا گفتم، یکی هورمون های آزاد کننده یا ریلیسینگ هورمون هستش، یکی هورمون های مهار کننده یا اینهیبیتوری هورمون هستش، یکی در واقع اکسیتوسین من وای آیه، یکی هم در واقع آنتی دیوریتیک هورمون، ولی این دوتا به محض اینکه ساخته شدن میرن توی پاستوری پیتویتوری یا همون هیپوفیز پسین ذخیره میشن. آقا آزاد کننده انواع داره، مهار کننده هم انواع داره، انواعش رو بارها گفتم دیگه، دوست ندارم اینجا بگم، توی جنبندی کانال بوده دیگه، باز دوباره نگم. مثلا ما چه میدونم گونادوتروپین ریلیسینگ هورمون داریم که خب این یا همون GnRH خب یه هورمون آزاد کننده ای که میاد باعث میشه که در واقع هورمون LH و FSH از anterior pituitary آزاد بشه، مقدار این داره میبره بالا، میگه هیپوفیز پیشین این دوتا رو آزاد کن. دیگه بقیهش نمیگه. بگذاریم بیاییم اینجا، میگه چه اتفاقی میفته اگه بیماری این دارو مصرف کنه، این دارو مسخره ای که خب داشتم اختراع میکردم. بذار ببینم ویدیومون ضبطش خراب شده نه، درست بود. خب میگه که ادرار رقیق تر میشه و این علامت ما میتونیم توی شخصی که سلول های بتای پانکراس به درستی کار نمیکنه ببین اگر هورمون های هیپوتالاموس تولیدش مهار بشه، خب یکیش ADHه. ADH چیکار میکنه؟ ADH توی نفرون، توی لوله در واقع پیشخورده دور یا دیستال کانویلیتد توبول و کالکتین داکت، این هم در واقع دیستال کانویلیتد توبول، روی این دوتا اثر میذاره و به اینا میگه آب و بازجذب کن، آب و بدید به خون. آب و از نفرون میگیره، از سی دی میگیره، از دی سی تی میگیره، میده به خون. آب ادرار کم میشه، ادرار غلیظ میشه، ادرار غلیظ زرد، ادرار اصلا زرد چیه؟ بیا نارنجیش کنم برات، یه ادرار این مدلی واسه شما تولید میکنه ولی به جاش آب خون زیاد میشه. آب خون زیاد بشه، حجم خون زیاد بشه، فشار خون زیاد میشه، اثراتی که هورمون آنتی دیوریتیک هورمون در واقع میذاره. خب اگر آنتی دیوریتیک هورمون مهار بشه، پس آب ادرار به خوبی گرفته نمیشه، ادرار رقیق میشه، یعنی آب به جای اینکه برگرده به خون توی نفرون و سی دی میمونه، وارد ادرار میشه و ادرار رقیق میشه. حالا بتا سل های پانکراس چه کار میکردن؟ انسولین ترشح میکردن، آلفا گلوکاگون، بتا انسولین. الان اگر بتا سل به اصطلاح به درستی کار نکنه، انسولین ترشح نکنه، طرف دیابت نوع یک میگیره. توی دیابت نوع یک ما میدونیم که قند وارد ادرار میشه، اسماتیک پریشر ادرار میره بالا، اسماتیک پریشر ادرار که بره بالا، آب وارد ادرار میشه. به خاطر این افرادی که دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دارن، آب ادرارشون زیاده، تونتون دستشویشون میگیره و تونتون باید آب بخورن. خب اینا هم ما توی عدم ترشح ADH دیدیم، هم توی به اصطلاح فردی که دیابت نوع یک داره، کاملا گزینه درست و زیباییه. آقا نید اعتراض کنید چون این سوال شبیه کنکور بود. چی شبیه کنکور بود؟ سوال علمی و قشنگ براتون طرح کردم. این هم در واقع از این مسئله. دو، ovulation will be disrupted unlike spermatogenesis. میگه اون فرآیند تخمک گذاری مختل میشه برخلاف در واقع فرایند اسپرمزایی. من اینجا شاید بگید این گزینه شبیه کنکور شد، کنکور میگنم برخلاف همانند. حالا بگذاریم ببینید،
خب من اینجا گفتم یکی از هورمون های هایپوتالاموس GnRH هورمون آزاد کننده است. آقا اصلا اینو نمیدونی شما، مهم نیست. بالاخره میدونید دیگه هورمون های هیپوفیز پیشین یا انتریور توسط آزاد کننده و مهار کننده هیپوتالاموس ترشح میشن. اصلا اسمشون هم ندونی اینو میدونی. خب الان آزاد کننده LH و FSH اگر کم بشه یا مهار بشه از هیپوتالاموس، مقدار LH و FSH کم میشه، مقدار تولیدشون توسط هیپوفیز پیشین کم میشه. مقدار اینا هم کم بشه، میدونید که تو روز 14 اوویولیشن یا تخمک گذاری به واسطه زیاد بودن هورمون های LH و FSH به خصوص LH انجام میشه. LH وقتی زیاده دیواره تخمک پاره میشه و اوویولیشن رخ میده. ولی اینجا گفته برخلاف اسپرماتوجنسیس، توی اسپرماتوجنسیس و تولید فرایند اما اسپرمزایی دیدیم که سلول های سرتولی نقش داشتن. خب سلول سرتولی یه موادی ترشح میکنن که اسپرمزایی و اینا به خوبی انجام بشه، تمایز به خوبی صورت بگیره. خب الان هورمون FSH نباشه، سرتولی دیگه این کارو واسه من انجام نمیده. پس اینجا اینم مختل میشه. حتی LH هم همینطور. LH گفتیم روی لیدیکسل یا سلول بنابنی اثر میذاره و باعث میشه که لیدیکسل تستوسترون ترشح کنه. خب وقتی که لیدیکسل تستوسترون ترشح نکنه، باز فرآیند اسپرمزایی مختل میشه، چون که تستوسترون توی فرآیند اسپرمزایی هم نقش داره. میگه که تولید گلبوله قرمز کاهش پیدا میکنه. من ربطی بین هورمون‌های هیپوتالاموس و تولید گلبوله قرمز نمیبینم. شاید خیلی غیر مستقیم باشه ولی اینجا نداریم. الان هیچ کدوم این چیزی که گفتم ربطی در واقع به این مورد نداره. بعدی میگه تولید هورمونا توی هیپوفیز پسین متوقف میشه. اصلا هیپوفیز پسین هورمون تولید نمیکنه، بلکه این دو تا هورمون رو ذخیره میکنه، استور میکنه. میگه هورمون پاراتیروید کاهش پیدا میکنه. ببینید هورمون پاراتیروید تحت کنترل هیپوتالاموس نیست. هیپوتالاموس میاد آزاد شدن و مهار شدن هورمون های انتریور پیتوتوری رو کنترل میکنه. مثل چی؟ مثل FSH، مثل LH، مثل پرولاکتین، مثل هورمون در واقع رشد، مثل هورمون محرک غده تیروئید فایروید استیمولیتینگ هورمون، مثل هورمون محرک غده فولیکولی آدرنوکورتیکوتروپیک در واقع هورمون ها استیمولیتینگ هورمون رونا اثر میذاره و روی پاراتیروئید اثری ما اینجا نمیبینیم. بین در واقع هیپوتالاموس و اصلا هیپوفیز پیشین و اینا با پاراتیروئید دفتی نمیدین. مگه تیروئید میگفت میگفتم درست بود، چون باعث میشه که فایروئید استیمولیتینگ هورمون کمتر آزاد بشه و خب هورمون تیروئیدی کاهش پیدا کنه، ولی پاراتیروئید نه ربطی نداره. این هم این تست قشنگ. من ایدام خیلی خوب بود همیشه برای طراحی تست و خیلی تستای خوبی طراحی میکردم. امیدوارم که لذت برده باشید.